هم غریب، همونطور که غربا را نمیشناسند، یه غریبی وارد شهر باشه مردمش نمیشناسند، اسلام الان غریب است توی ملت ها، نمیشناسن اسلام را. چون نمیشناسن اسلام را، احکام اسلام هم نمیدانن، اسلام شناس های ما هم اسلام ها نمیشناسن، نمیشناسن چیه. وقتی نشناختن خیال میکنن که اگر چنانچه فقیه حکومت فقیه باشد، حکومت دیکتاتوری است، و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، دیگه هر کمی خواد باشه، اگه شمر هم باشد، این آقایون اشکالی بهش ندارن، فقط فقیه ها بهش اشکال دارن. اشکال هم برای این است که از اسلام میترسن، از اسلام ترس دارن. اسلام نمیذارد این حیثیت و فاسد ها را باقی باشد، اینا میترسن ازش. بعضی هم گول خوردن، بعضی ها متعمدن در این امر، بعضی هم گول خوردن. و الا حکومت اسلامی مثل حکومت علی ابن ابی طالب دیکتاتوری توش نیست، حکومتی است که به عدل است، حکومتی است که زندگی خودش از زندگی سایر رعیت ها بدتر است. اونا نمیتونستن مثل او زندگی کنن، اون نون جو هم سیر نمیخورد، یه لقمه دو تا لقمه برمیداشت با یه خود نمک میخورد. این حکومت اصلا میتونه دیکتاتوری برای چی بکنه؟ عیش و عشرتی نیست که بخواد دیکتاتوری کند برای او. حکم فرمایی اصلا در اسلام نیست، حکم فرمایی اصلا در کار نیست. پیغمبر اسلام که رأس مسلمین و اسلام بود، وقتی که در یه مجلسی نشسته بودن تو مسجد، روی اون حسیرا معلوم حسیر عذابی هم داشته باشه، اونجا نشسته بودن، دور هم که نشسته بودن، عربایی که خارج بودند و نمیشناختن پیغمبر را میامدن میگفتن که کدوم یکی محمد هستید، نمیشناختن، برای اینکه حتی یه همچی چیزی هم زیر پیغمبر نبود. حالا ما اشراف هستیم. یه همچه حکومتی که بنا باشد اینطوری باشد، یه خانه گلی داشته باشد، یه گلیم هم حتی نداشته باشد، یه حکومتی که یه پوست میگن داشته است که روزها علوفه شطرش را حضرت امیر روش میریخته، شبا زیر خودش و فاطمه مینداخته و میخوابیده روش، این دیکتاتوری نمیتوند باشد. اینایی که میگن دیکتاتوری، اسلام نمیفهمن چی است. فقیه اسلام رو نمیدن، خیال میکنن ما هر فقیه هرچی هم فاسد باشه این حکومت، فقیه اگر پاشا اینطور بگذارن، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یه چیز آسونی است که بدن دست هر کس؟ اینا که میگن که دیکتاتوری پیش میاد و نمیدونم این مسائل پیش میاد، اینا نمیدونن که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده، و ما میخواییم که فقیه باشد که جلو دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند، نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشکر دیکتاتوری بکند، نگذارد رئیس ژاندارمری دیکتاتوری بکنن. نه که میخوام دیکتاتوری درست کنیم، فقط میخواد چه کنه دیکتاتوری را. کسی که زندگی عادی دارد و نمیخواد این مسائل را، دیکتاتوری برای چی میخواد بکنن؟ خب فرمایی تو کار نیست در اسلام. علاوه حالا در این قانون اساسی که انقدر احتیاط کاری هم شده است، آیون هم انقدر احتیاط کاری کردن که یه دفعه مردم بیان خودشون تعیین کنن یه خبره هایی، این دیکتاتوری، این خبره ها را یکی بیاد بگد که در یه شهری از این شهرها یه کسی فشار آورد روی مردم که بیاد به این شخص رأی بدید. حتی تبلیغات هم نشود، مردم این را میشناختن، مردم میدانستن اینها را. اگر 100 دفعه دیگه برگان تعیین کنیم، یا خود این آقایان تعیین میشن یا یکی مثل اینا. مردم با رأی آزاد، من گمان ندارم در هیچ جای دنیا این طور واقع شده باشد، این طور رأی داده باشند، مردم این طور عاشقانه رأی داده باشند به
یه مطلبی، هم جمهوری اسلامیش را اونطور عاشقانه رأی دادن و اونطور اکثریت در زمان شاه سابق که یادتون از شما اینها یه رفراندومی میخواستن بکنن، من از قوم فرستادم ببینم که بعضی چی جوریه. اینا آمدن گفتن بیش از 2000 تا نمیتونن تهیه کنن. معجاله گفتن همه ملت برای اینکه 6 میلیون رای داد. گفتن 6 میلیون رای دروغ میگفتن. 6 میلیون رای دروغی را اونها میگفتن همه ملت. حالا ما یه جا 20 میلیون رای داشتیم، یه جا هم که یه دسته نیومدن قهر کردن. از بابی که اونا نمیدونستن که ما چی میخوام بگیم. قهر کردن رفتن کنار نشستن. معذالک 16 میلیون جمعیت تقریبا رای داد و 90% مردم گفتن ما رای میدیم. الانم بعدها خواهن اونها هم گره کرد که چرا ما نجاشتن رای بدیم، چرا اونها هم همین